سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون با هم میپردازیم به انرژی های شخص مورد نظر شما شخص فراری از رابطه بیشتر امروز بر روی اون شخصی صحبت میکنیم که یا از رابطه فراری هست نمیخواد خبر بده یا اینکه یه،, یه لنگش در رابطه هست و لنگ دیگرش اون وره آبها و اقیانوس ها هستش خب ببینیم چه خبر است در روح و روان این شخص و من مثل همیشه عزیزان دل خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از کانال شدین خیلی خوش آمدین یاران صفا وردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس شناس تمام زحمات شما سروران کانال هستم دوستان عزیز عزیزانی هستن که لایک نمیکنن حتما لایک کنین دوستان ازتون خواهش میکنم برای که هر چقدر که بگذارین و اینکه شما لایک نکنین اونایی که لایک نمیکنن انرژی شما از انرژی من به صورت ناخودآگاه چون نمیخوام جدا خواهد شد دوستان عزیز دل کانال که نگاه میکنین و از من فال خصوصو میخواین دوستان من برای دوستان ایران به طور کلی فال, فال نمیگیرم برای ایران و ترکیه و اینکه دوستانی که در آمریکا و یا اروپا هستن در خدمتون هستن آمریکا اروپا کانادا در خدمت شما هستن ببینیم چه خبر است در فال ها عزیزان دل همچنین یک سپاسگزاری واقعا واقعا از ته قلب از دوستانی که عضو کانال فرانسوی هم شدن کانالی که تازه را انداختم و همجور بهتون که بهتون گفتم برای یک مقدار هندل کردن این کانال هست اگر خدای نکرده اتفاق برای این کانال بیفته برای اون رو داشته باشیم که بتونم اخباری رو برای شما بفرستم وگرنه دوستان عزیز توجه کنید که در مورد در مورد کانال فرانسوی دو سال گذاشتم بگذره تا این کانال بزرگ بشه و بعد شروع کنم به راه انداختن کانال فرانسوی و این کار انجام شد و اینکه خوشحال هستم هرچند که یه هنوز مثل یه مقداری مسترب هستم وقتی که وقتی که ویدیو رو میذارم ولی به هر حال همین هست راه این هست باید از یک جایی شروع کرد شخص مورد نظر شما ببینیم چه خبر است یوسف جونتون من بهش میگم یوسف جون یا حضرت نوح با فک و فامیلش ببینیم در کجا هست کش تنبون چی شد در رفت برای همیشه یا اینکه ازش اخبار میتونین به دست بیاریم خب اولین کاری که میکنم یک کارت عدد شناسی براش میریزم ببینیم که در کجا هستش این شخص عدد پنج افتاد تغییرات در زندگیش دارن به وجود میان و در حرکت هستش به سمت مسائل جدید داره میره و اینکه میخواد تجارب جدید داشته باشه احتیاج به این داره که فعالیت هاش رو متفاوت انجام بده که یه مقدار از اون روتین از اون یک نواختی در بیاد و اینکه میخواد اون کنجکاوی های خودش رو بهشون کنجکاوی هاش رو ارضا کنه آماده این هست که پیشرفت کنه و خودش رو وقف بده و با شرایطش رو و اینکه احتیاج رو به آزادی داره و رفت آزاد آزاد نه. تنفس و حالا نداشه بنده خدا یه مرتبه راه تنفسش رو باز شده و اینکه میخواد آزاد باشه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده عدد پنج رو افتاده تا پنج معمولا حرف از تغییر میزنه پس آدمی هست که الان در یک حالت آزاد هست هم از هر دنیا و هشت دنیا و هزار و اندی افراد خب ببینیم که در ارتباط با شما این شخص چه صورتی هستش شخص فراری از رابطه دوستان شخصی که با شما در سردی هستش شخصی که شاید جواب شما رو نمیده شاید با شما راست نیستش بریم ببینیم در چه انرژی هایی هست کشتیش هنوز داره حرکت میکنه مثل کارت پنج که میگه یا اینکه غرق شده خب ببینیم اولین کارتی که خلاصه از حال هواش هست ببینیم واو هر دم از این باغ بریم میرسه. دوستان توجه کنی کارتی که افتاده حرف از استراب این شخص میزنه. شخصی هست که الان در حال حاضر ببینید با حس و احساس خودش یک رابطه مستقیم داره. میترسه از چه چیزی میترسه نمیدونم. یک چیزهایی هستش که مخفی میکنه. خودش هم استراب هایی رو داره. و اینجا حرف از شادی میزنه پشتش پشت این کارت ها ببین یواشکی میخواد شاد باشه شما نفهمید میخواد شاد باشه شاد یه جورایی خب ببینیم ببینیم کارت بعدی و اینجا هم دارم میبینم تصمیماتی رو داره میگیره ببینیم دارم میبینم که یک روشن سازی هایی داره میکنه که از یک استرابی در بیاد شخصی هستش که الان واقعا تغییرات که دارم میبینم نه تنها در حالت روحیش هستش بلکه در از نظر درونی ببین کارت ما همیشه اون حس و احساس درونی ما رو حرف میزنه اون چیزی که پنهان هستش کارت کناریش دارم میبینم که میاد اون چیزهای پنهان رو داره روشن میکنه روشن سازه هایی رو داره انجام میده شمشیر به دست تصمیمی میگیرم حرکتی رو انجام میدم که با یک سری از مسائلی که شاید روشن کنم برای خودم اون ترس های خودم رو به قدم این جلو بذارم و اینکه خودی از خودم نشون بدم خب پس فعلا میخواد کش تنبونه رو ببره از جا ببره و آزاد بشه همونجوری که اینجا گفته بود میخواد یک روشن سازی های انجام بده تصمیماتی رو انجام بده فعلا در سرش هستش رو در روحش هستش جرأت بیانش رو نداره دخمه کفتر هم بزنید ببین <تصحیح> چی میشه واو کارت های بسیار آرکان های ماجور بره برش میفته و اینکه حرکت دارم برش میبینم همونجور که این کارت میگفت حرکت و یک دوره جدیدی دارم میبینم در دوره ای که میخواد بیاد اولا که ای نداره که این دوره خیلی سریع و سر بیاد ببینین لنگ در هوا دو اومد. خوب. و اومد خب و اینکه اولا ای نداره که دوره جدید بیاد به خاطری که اول باید یه چیزایی روشن سازی کنه ای نداره و اینکه تصمیمش رو میگیره دارم میبینم که به هر حال به هاشیار هستشو و حرکت براش افتاده خب ببینیم کارت‌های بعدی رو دوره ای میخواد شروع کنید دوستان که در اون همه چیز روشن باشه ببین کسی هستش که اینجا الان دیگه میخواد با خودش صادق باشه صداقت داشته باشه من فکر کنم از حضرت صداقت دور،, دور شده بود یه مقدار از حضرت صداقت با همدیگه قهر بودن ولی مثل که حضرت صداقت رو دوست داره روی خودش داره کار <تصفح> میکنه تلاش میکنه راه جدیدی رو شروع کنه با صداقت و در ارتباط اگر فرزند داره باز هم وقتی که کارت که میفتن مربوطه به فرزندان هستش مجبورم با تون حرف بزنم و دوست داره که در این دوره اگر فرزند داره هر کاری که میکنه دوستان عزیز توجه کنین با توجه به خوشنودی فرزندانش هم باشه یک سری از ترس ها یک سری از مسائل رو که از بچهاش پنهون کرده دیگه نمیخواد همچون کاری کنه و اینکه در ارتباط با شما اگر بخوام بگم در ارتباط با شما دوستان عزیز داره روی خودش کار میکنه در مورد حس احساسش به شما ترس هایی که نسبت به شما داره روی خودش کار میکنه احساس میکنه که واقعا یک کانکشن بزرگی بین شما برقرار هستش و اینکه شما در سرنوشتش بودیم و باعث شده که یک مقدار این شخص برسه به خودش و اینکه مسئله ای باشه که روی خودش کار کنه ببینید اگر که شما با این شخص رابطه ای کار داشتین نه تنها اون باعث شده که شما پوستتون کاه بشه سایده بشین بساتون با سنگ پا و بله و اینکه و سفیدا ولی از جانب دیگه دارم اینم روح شما رو که براق و درخشنده کرد روح خودش هم تا حدی داره در 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 درخشنده میشه ولی یک بچه نوپا هستش تازه داره پا میگیره تازه داره راه میره یه سری از میگن که ما خیلی وقت از هم جدا شدیم اون شخص یک زندگی جدیدی پیدا کرده دار داره الان توی اون هستش آیا این فال ها به ما میخوره بله دوستان به شما میخوره نه اینکه فکر کنین اون شب ش... اون شخص صبح تا شب داره به شما فکر میکنه ولی این فال ها فال های عمومی هستن مقداری به شما میخوره عزیزان دل خب همه ما انسان هستیم و همه ما هزار و چه کنم میلیون ها میلیون فکر در طول روز در طول هفته ماه میاد در سر ما و میره پس شما هم جزئی از اون افکار این شخص هستیم ولی اینکه دوره ای تمام شده و هر کسی یک راه جدیدی رو شروع کرده برای خودش به شما فکر میکنه احساس میکنه که به شما خیلی وضع هست و میلش هم این هست که خودش رو آزاد کنه ولی ببینین که شما در سرنوشتش بودین و اینکه یک مسئله هستش که ناگوس هستنی اوکی خب حالا بریم ببینیم کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگه ببینیم چه خبر هست از دست کارت های تو این فلیم استفاده میکنم براتون تو ببینیم در مورد تو این فلیم چی میگم خیلی اینجا ترس من میبینم در واقع هستش ترسی که داره روش کار میکنه خب ببینیم چه خبره اینجا من کسی میبینم که میخواد در واقع از نظر احساسی هم از ببین یک 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 رایت کنه یک, سخا... یک کاری انجام بده که به نظر من در ارتباط با شما برحال میخواد شاید یک حرکتی رو انجام بده یک جستی رو انجام بده ولی میترسه ببین کارت اول کارت برحال هر کاری که کنیم بگیم هر لقبی که به این کارت بزنیم حرف از ترس ها هم میزنه ببین توی دورو دو با دور و بریاش دوست داره سخاوتمند باشه اوکی جایگاه هر کسی رو بهش بده و در ارتباط با شما هم به همین صورت دوستان خب ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه کارت بعدی دوستان هر این میزنه که این مسئله باعث شده که خیلی کارش زیاد باشه تلاشش زیاد باشه تفکرش زیاد هستش ببینید کارتی که در سرش هستش فکرش زیاد هستش مخش رو به کار او گرفته ببینید من احساس میکنم افکاری که در ارتباط با شما هم هست به همین صورت هستش وقتی میاد سراغش و وقتی ببینید یه مرتبه به تای بازی میخواد در بیاره بیاد سراغتون کاری رو انجام بده یه وقتی میبینیم نه میترسه و خودش رو عقب میکشه اینجا من دارم میبینم که برای زندگیش هم تلاش زیشش زیاد هستش مثل اینکه میبینه که خیلی فکر میکنه ولی خب اینجا کسی هستش که دارم میبینم خودش رو قایم میکنه ببینیم خودش رو قایم میکنه پشت یک سری از نقاب ها و ماسک ها حالا ماسک این هستش که دیدین یه سری اینجوری میگن اگر شد شد نشدم کار خدا بود خب خلش بدیم بوکسرش کنیم کائنات بیارنش این وسط هم این شخص این حرف رو میزنه بکشیدنشم وسطم وسط پام خورد پشت سنگ افتادم یعنی کار خدا این بود که من برگردم برم این حالتی ببینید من احساس میکنم که فعلا خودش رو پشت, رو پشت رو یک سری از مسائل عوض قایم کرده در ارتباط با شما پشت کار قایم کرده و همیشه بهتون میگم ببینید الان باز هم شکش اینجا هستش و اینکه دوست داره به یقین برسه ترسش اینجا هست و دوست داره روشن سازی انجام بده پس فکر شما در ذهن این شخص هست و با تمام وجود دارم میبینم با تمام قدرت این شخص داره روی خودش کار میکنه روی زندگیش کار میکنه و اینجا دارم میبینم کسی هستش که اصلا حال خوبی نداره واقعا شخصی هستش که شب سیاه روحی رو داره پشت سر میگذاره ممکن هست که این شخص در ارتباط با مسائل کاریش هم تغییرات این روزا وجود داشته باشه تو، توی زندگی کاریش که این مسائل هم شاید مزید بر علت هست هم احساساتش درگیر هست هم زندگی کاری و مالیش درگیر هستش خب ببینیم کارتای بعدی رو دوستان عزیز ببین دوستان اومد کارت برگشت دو مرتبه توی دستم یه کارت اینجا افتاد خب ببینید دوستان باز هم کارت ماه داره تکرار میشه باز هم میترسه باز هم شک داره باز هم ترس داره ترس داره از اینکه بخواد نسبت به شما قدمی برداره و اینکه بخواد سخاوتمند هم باشه چه از چه چیزی چیز میترسه من نمیدونم چه برای سرش سر آوردین ببینید یک قدم میخواد به سمتتون بیاد یک قدم میخواد خودش رو رها کنه یک قدم دارم میگم باز هم یه آرکان ماژور ولی باز هم ببینید کارت اونجا بهتون گفتم نقاب بر چهره داره ترس از این داره که مبادا یه وقتی ناامید و معیوس بشه اون شما رو ناامید و معیوس کرد اشکال نداره خونه خالص هر کاری دلش میخواد انجام میده ولی که شما ناامیدش کنین میترسه از خیت بشه خب اینجا ببینید چه خبر هست اینجا دارم میبینم که بعد احتیاج به زمان داره احتیاج به زمان داره دوستان که قدرت بگیره ببینین یک مسئله نوپا در این شخص هستش الان ببینید من احساس میکنم الان دو سه هفته هستش که توی انرژی ها هستش چیز نوپا هستش داره شک میگیره به شما فکر میکنه هنوز به یقین نرسیده همین مسئله داره ادامه پیدا میکنه ولی این امروز قدم هست قدمی میخواد برداره جرأت میخواد بکنه چون خیلی روی ذهنش روی فکرش داره کار میکنه خب یه سریا ممکنه حتی ببینینش که پشت خونتون داره رد میشه یه سریا ممکنه یک کارایی رو انجام بده که از خودش یک اثری یک نشانی از خودش بذاره براتون ببینیم کارت دیگه بتون چی میگن دوستان موفقیت برش افتاد موفق خواهد شد دوستان که ترس رو کنار بذاره و ببینید از نظر خیلی باز هم کارت کار افتاد دوستان براش کارت کار که اینجا دارم خیلی مثل که خیلی از مثلا روی از مخش دارن راه میرن و خیلی هم دارن داره رویش کار میکنه واسه همین هستش که دارم میبینم که این شخص بالاخره موفق خواهد شد که تلاشش زیاد هست در ارتباط با تفکراتش موفق خواهد شد که به یک تصمیمی برسه در ارتباط با شما من احساس میکنم که دوستان عزیز توجه کنین این شخص دیگه الان از دوستاش هم کمک اگر که دوستا این دورو برش بودن که بد توصیه بهش میکردن از دوستاش هم دیگه کمک نمیگیره دوست مسائل زود جلو برن چون تا حالا دارم میرم پیشرفت خیلی پا به پا و یواش بوده تا تاتی تا آتی دستشو گرفته. گرفتن راه رفته بهتون همیشه میگم این رفیق شفیق حضرت ایوب هستش حالا حضرت ایوب بنده خدا این دیگه رو سفیدش کرد از صبوریش عجله نداره چون این ببینین یانگ تا زمانی که به یقین برسه کنفه یکون میکنه یک شبه راه صد ساله رو میره ببینید کم کم میخواد چشمش باز میشه یواش 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 چشمش باز بشه ولی الان دوست داره که این به رسیدن به یقین خودش هم دیگه دلش میخواد سری و سر باشه دلش نمیخواد که این رسیدن به یقین یواش و پا به پا باشه خب و تا به تا هم باشه خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن در ارتباط با شخص مورد نظرتون اوکی کارت بعدی دیگه. بله الان دارم میبینم موفق خواهد شد که یک روشنایی هایی رو در ارتباط با شما به سمتش بیاد دستش بیاد در ارتباط با مسائل کاری هم دوستان عزیز توجه کنید موفقیت هایی رو خواهد داشت اگر که استارت چی مسئله رو داره میزنه موفقیت هایی رو خواهد داشت شخصی هستش که دارم میبینم که در آینده نزدیک آنچه که آزار اذیتش میداده و اینکه نمیتونسته درست حسابی فکر کنه و اینکه دو چهار یک استرابو با استرسی بوده بنده خدا همه چیز داره کم کم درست میشه توی زندگیش موفقیت هایی داره آیدش میشه قدمی بر قدم برداشتن و یا حتی درخواست بخشش اینجا برای سریا میبینم دوستان و باز هم این مسئله دارم میبینم که ذهنش رو خیلی خیلی باز هم کار کردن افتاده کسی هستش که بهتون میگم کار زیاد میکنه دوستان در ارتباط با شما پس تا حالا این گونه بوده که تا الان تا اینجای کار تا که دلم میخواد در ارتباط با تو یه چیز رو شروع کنم کاری رو انجام بدم قدمی رو بردارم میترسم منتظر هستم روی خودم کار میکنم متوجه شدم که با تو یک رابطه کارمیک دارم که پوستم رو کاه کرده الان هم خیلی سرم رو به قول معروف مخم رو به کار گرفته و باز هم خودم قایم میکنم چون ترسو هستم و جرأت ندارم و دارم با شدت و قدرت روی خودم کار میکنم این می ترسم از اینکه بیام که تو منو معیوز کنی دست رد بخوره خیت بشم برم و اینکه اینجا هم دارم میبینم که پس حالا دوست دارم که روزهایی که داره میاد مسائل برام روشنتر خواهند شد موفقیت هایی رو از این جانب خواهم داشت و اینکه شاید به سمت تو قدمی بردارم و اینکه این قدم هم بر حال تقاضای بخشش باشه حالا یه جورایی تقاضای بخشش یه سریاشون شجاعت اینو ندارن که بیام سریع و سر تقاضای سر بخشش کنم بلکه بخشش های یواشکی پشت پرده هستش مسئله دیگه دوستانی هستش که این شخص یک مسائل کاری دیگه هم بهتون همونجوری که گفتم داره که دا من قسمت کاریش اگر بهتون بگم که در مورد مسائل کاریش هم دارم میرم موفقیت های آیدش خواهد شد چرا که خیلی سرش شلوغ است هم فکر شما همین که ذهن شما بهتون گفتم یک یک حال شمشیر دستش هستش که میخواد کش تنبونش رو اگر هر جا گیر کرده رهاش کنه راحت راه بره و ما بریم ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن دوستان عزیز بریم ببینیم در ارتباط با شخص مورد نظرتون کارت های دیگه بهتون چی میگن یک کارت اینجا افتاد بر. خب سه تا کارت اینجا افتاد برگشتو ببینیم باز هم کارت قدرت افتاده و برگشت به سمت گذشته ببینیم اینجا نوستالژی شما رو که کاملا دارم میبینم داره و وقتی که نوستالژی رو به شما فکر میکنه احساس خوبیه احساس خنده بر لبانش میشه میاد برای همین هستش که دوستان دارم اینم که به فکر موقعیتی از نگاه کن از دور شما رو میپاد این شخص دوستان عزیز و به فکر بهبودی شرایطش با شما هستش موفقیت های آیدش بشه ولی خب این گذشته برای یک سریال گذشته دور هستش و برگشت به این گذشته احتیاج رو به قدرت داره شجاعت داره آیا شجاعتش رو داره شجاعت نمیخوایم بگیم جرأتش رو باید داشته باشه برای که با اینکه که حالا به قول معروف خیت بشه ولی خب باید بالاخره یک کار رو انجام بده ولی آیا این شخص از, از پسش برمیاد یا نه نمیدونم دوستان خب ببینیم کارت دیگه بهتون چی میگن دارم اینم به دنبال راه حلی هست توجه کنید این راه حل هنوز دستش نیمده راه حلی که برایش سخته باز هم رابطه کارمیک اینجا افتاده رابطه که نوشته شده این دوستان من احساس میکنم که شخصی هست که واقعا بارها بارها بهتون گفتم یه, یه،, یه وقتایی هست احساس میکنم تلفنش رو دستش میگیره یا کاری میخواد قدمی برداره ولی خود میبینه که سخته نمیتونه و این که رها میکنه خب ولی خیلی شرطش بهتر شده چشم نخوره بزنم به تخته شرطش خیلی خیلی بهتر شده و ذهنش خیلی درگیر شما هستش دوستان اوکی okay. uh, و میلش هم اینجا دیدیم که کارت برعکس افتاده بود یعنی اینکه میلش بر این هستش که زود و سریع مسائل جلو برن ببینیم دوستان چه خبر است در کارت های دیگه من از کارت های فرشتگان عشق استفاده میکنم کنم عشق واقعی دوستان توجه کنید من کارت فرزند رو اون پشت بهتون گفتم گفتم حرف از فرزند بلکه این همیشه بچه هست یا بچه پدر مادری هستش خانواده هستش یا یه بچه داره بالاخره مسئله فرزند بچه خا... فامیلی هستش اون پشت را زیر دامن کسی باید قایم بشه چه بچه هاش باشن چه نه اینجا ببین یک بار دو بار اینجا دیدم سه بار اون بالا دیدم و یک بار دیگه اینجا هم من دیدم چندین و چند بار دوستان حرف از فرزندانش هم میزنن اگر فرزند داره که برش خیلی مهم هستش اینجا دارم ببینم که این شخص ببین با اینکه به شما فکر میکنه ببین دست به سر بودنش رو و ترس از معیوس بودنش رو ما این پشت دیدیم عشق واقعی و شاد بودن و فعلا بخوا... در کنار خانوادهش میدونه شخصی هستش که ببینید دوستان ت... یک وابستگی بسیار زیادی به خانوادهش داره اوکی دوستان توجه کنید عزیزانی هستن که همیشه من وقتی که رو میخونم بعد میان میگن که آره من اگر این این باشه اون اون باشه شما وقتی که خودتون کارت میخونید شاید یک مدل دیگه میخونین من اینجا از کلید واژه ها استفاده میکنم فالگیر اون نیستش که بخواد تمام کلمه به کلمه اون رو بخواد به قول معروف برای شما ترجمه کنه بلکه باید یک تعبیری از این کارت ها چه چیز پیامی به من میدن تعداد کارت ها محدود هستش من اینجا چیزی که میبینم فعلا در کنار خوشحالی رو در کنار خانوادهش و وابستگی هایی که به خانوادهش داره من احساس میکنم که مشکلاتی رو از این نظر داشته باشه این شخص و اینکه دو خیلی دوست داره شا شاد باشه شادم شما رو هم واقعاً اون شخصی میبینه که شخص واقعی و عشق واقعی زندگیش میتونیم باشیم ولی چه کنم که الان در حال حاضر و امروز ببینین موقعیتش یک جوری هستش که فعلا اینجا این کارت ها این حرفا میزنن شاد بودنش رو با مسئله خانوادگیش چون زندگی احساسیش تحت تاثیر زندگی خانوادگیش هست و وابستگی هایی که دور برش هستن در حال حاضر شاید ببینیم 50 درصد خودش باشه 50 درصد مسائل دیگه هستن و در این میون هست که باید یک تعادلی رو به وجود بیاره خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه ببینیم کارت های دیگه بدون چی میان. بازم بازم حل از اون افتاد این تاتی که چه ارز کنم این مزگی نمیخواد تا عبدالعم میخواد تو کالسکش باقی بمونه شما حلش بدین بله ببین باور کن. من وقتی این خط کارتا رو میبینم دلم براش میسوزه برای کسی که میخواد شاد باشه کسی که میخواد حالش خوب باشه آدم مهربونی هست نسبت به خانوادهش و احتیاج رو به آرامش داره برای همه چیز تو زندگیش خیلی حل دارن پیش میرن خودش هم حلزونه خودش هم واقعا حل از اون هست دوستان خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه از کارت های جدید استفاده میکنم ببینیم کارت جدید چی میگن در ارتباط با این شخص به تمایل زیادش نسبت به شما و اینکه بله دوستان باز هم حرف از شادی اینجا برای من میزنه و اینجا هم ببینید بله دعا داره میکنه دوستان دعا داره میکنه که شرایطش بهتر بشه ولی باز هم کارت ماه افتاد باز هم ترس هاش هست دست به دعا هست شخصی هستش که دارم میبینم که میدش بر این هستش که واقعا دوستان عزیز ام در مورد زندگی احساسیش یک تغییر به وجود بیاد شرطش رو نداره ترس هاش زیاد هستن کسی هست ببینید اینجا دارم میبینم دیگه کسی هستش که اگر اگر برش کنین یک قدم یک قدم که چرج کنم سوار کالسکش میشه یه نفر دیگه هولش میده به طرف شما هیجانش و گرایشش و تمایلش زیاد هستش با اینکه فصل بهار نیست نسبت به شما و همه این مسائل براش هستن ولی چه کنم ترس هاش خیلی زیاد هستن وابسته ببین یه وقتایی هست ما به یک سری از افکار خیلی وابسته هستیم اینجا این شخص این گونه هستش پس نتیجه که من تا اینجا میگیرم شما روی خود تو متمرکز باشون دوستان اوکی دارم میبینم زندگیشو داره دستش میگیره که روی ترس های خودش کار کنه و یک شادی وارد زندگیش بشه با انگیزه هم هست توی این راه ولی هر کسی راه خودش رو داره حضرت نوح هنوز توی کشتیش هست هنوز بحری او نگرفته دوستان یوسف جون شما تا گوسال گاو گردد دل صاحبش آب گردد خب ببینیم دوستان چه خبر هست در کارت دیگه اینا رو نگاه کنیم با هم دیگه من از کارت لانا استفاده می کنم ببینیم کارت لانا اینم هم کارت جدید هستم ببینیم کارت لانا بدونیم چه چیز رو میگه هم باز هم کارت قدرت افتاد دوستان ببینید اینجا کارت رنگ کارت ها رو میبینید رنگ کارت این عشق افتاده بر روی شاکرا ریشه هیجانش احساساتش همه این چیزها هستن نسبت به شما و اینجا دارم نبینم که شخصی هستش که واقعا یک مقدار روی خودش که چرت کنم خیلی روی خودش کار میکنه بهتون گفتم دست به دعا هستش آدم شخصی هست که هم کم داره مسائل برش روشن میشن بسیار خوشحال هستم از این مسئله دوستان که داره خوشحال داره داره قدرت میگیره داره بر روی ترس خودش داره کم کم به آرامش میرسه استراپ رو کنار میذاره و احساس توانایی میکنه دوستان اون احساس توانایی میکنه و اینکه دارم میبینم که اینجا واقعا یه ببین یک یک دو تا دو بار یک اینجا افتاده عزیزان اینجا هم یه بار دیگه یک افتاده ببینید کسی هستش که واقعا ابتدای یک دوره هست اون بالا هم یک و ده بود دوره رو روشن میخواد شروع کنه و یک دوره رو با روشنایی و موفقیت به پایان برسونه آدم واقعا نوپایی است این واقعا معلول احساسی و عاطفی و حتی ممکن است زندگی باشه دوستان پس یک اسای دستش شما چ... که نباید دستش بدین بزنی زندگی هر جوری که هست بکشتش بکسلش کنه خودش راهش بیاره شما راه خودتون رو برین همیشه بهتون گفتم اگر که این شخص در تاله شما باشه هر جوری که باشه به سمت شما برمیگرده دوستان اگرم نباشه که دیگه رفته برای همیشه ما این انرژی چند روز قبل و چند روز بعد رو داریم با هم نگاه میکنیم مسائل در درون این شخص دارن کم کم جان میگیرن جوانه میزنن امیدوارم که مسائل بعد به قول معروف شرابش تبدیل به سرکه نشه بلکه یک شراب ناب بشه ببینیم که کارت دیگر رو از چه دست کارتی استفاده کنم از, از سیمبولون براتون استفاده میکنم ببینیم کارت های سیمبولون چی میگن در ارتباط با شخص ببینید زندگی احساسیش اون خوشحالی خوشبختی عشق گرایش ها تمایلات هر چیزی که هست اینا که مد نظرش و دوست داره که داشته باشه دوستان تعادل در زندگیش دارم اینم در یک استانبای هستش زیبای خفته منتظر اینه که پرنس یا پرنسسش بیاد یک بوسه ای لبانش بزنه و اینکه بیدار بشه ببینید چه چیزی در سرش هستش این زندگی که بتونه با کسی تقسیم کنه احساساتی که بتونه با کسی تقسیم کنه دوستان عزیز توجه کنین که هم خانوادهش خوشحال باشه یه بار اینجا یه بار اینجا حرف ازش میزنه و همی که خودش به یک تعادل برسه دوبار اینجا بازم حرف میزنه بریم ببینیم که کارت بعدی دارم بهتون گفتم دوستان از نظر معنوی این شخص داره اوج میگیره با شما احساس میکنه که یک رابطه روحی بسیار بسیار, بسیار عمیق داره این شخص اونهایی که خیلی وقت اصلا هم جدا شدیم بدونی که این روزا این شخص خیلی بهتون فکر میکنه دوستان این روزایی که گذشتن و روزایی که دارن میان ببینیم کارتای دیگه بهتون چه چیزی رو میگه در ارتباط با شخص مورد نظرتون عزیزان دل من آهان من ماها رو بهتون بگم اینجا مرداد مهر یه بار مهر دو بار تیر یه بار تیر دو بار و اسفند یک بار و اینجا هم برج آذر هست توجه کنین عزیزان دل این, این ماها یعنی این نیستش که حتما این ماها باشه شاید با شما حرف بزنه برای همین من بهتون میگم ببینید میگه که من تصمیمم گرفتم و تغییر نمیکنه و اینکه میدونم که من زندگیم با تو هستش اوکی دو تا دیگه کار ببینید دو مرتبه کارت شروع این کارت میگه که من خدای مثلا خودم هستم و میتونم همه چیز رو تغییر بدم ببینید دیگه ادعای پیغمبری گذاشت ادعای خدایی میکنه منفعل میگه که در حال حاضر کاری رو انجام نمیدم برای اینکه و قادر نیستم هر یک قدم به سمت تو بیام و اینکه میگه که من از خودم شک دارم و اینکه میگه من از خودم سوال زیاد میپرسم و میترسم و به اندازه کافی به خودم اعتماد ندارم ببینیم با اینکه میل داره و اینکه دارم دیدیم کار، کارت قدرت بارها افتاد براش و داره قدرت میگیره ولی آدمی هست که چون شک داره و چون به خودش اعتماد نداره و چون ترس هایی داره در حالت منفعل بودن داره باقی میمونه خب ببینیم که پیام این شخص برای شما چه چیزی هست عزیزان در هارمونی بودن و در هماهنگی بودن من هر کاری که از دستم برمیاد انجام میدم که به یک آرامش برسم بهتون گفتم پر از ترس هستش همه چیز به صورت خوب و همه چیز به صورت خوب بین من و تو جلو بره من و تو به سمت یک مسئله بهتر داریم میریم باور داشته باش عزیزان ندین این فال شما بودو میبرم که خوشتون اومده باشه پس دیدیم که این شخص به چه صورت بود حالا هواش نسبت به شما و حالا هواش به صورت کلی در زندگیش این روزهایی که دارن میان و این روزهایی که گذشتن من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش عزیزان دل و تا فال دیگه